هتریک عجایب کارلوس کیروش از سردار تا امید. کیروش هم مثل مربیای دیگه در اعلام لیستای تیم ملی تصمیمات عجیب و غریبی داشته. بعد از اعلام هر لیست توسط سرمربی تیم ملی، عبارت سلیقه زیاد شنیده میشه. حضور یا عدم حضور بسیاری از بازیکن‌ها رو میتونی با همین یک کلمه توجیه کنی. با این حال، گاهی اوقات انتخاباتی صورت میگیره که حتی با توجیه سلیقه هم نمیتونیم اونا رو منطقی جلوه بدیم. حتی اگه سرمربی تیم ملی نام بزرگ و آشنایی مثل کارلوس کیروش باشه. در لیست کیروش و تصمیمات اون میتونیم اشتباهات عجیبی رو پیدا کنیم. کیروش برای سومین بار برای تیم ملی ایران لیست بازیکنهای مورد نظرش در جام جهانی رو ارائه داد و مثل دو لیست قبلی نکات عجیبی در اون دیده میشه. در این بین فارغ از تموم نکات به بازیکنهای جوان یا ستاره اشاره میکنیم که میتونستن در این سه دوره شانس حضور ایران تو جام جهانی این رقابت بزرگ رو تجربه کنن، اما از این تجربه محروم موندن. اولین بازیکن این لیست مهاجمیه که حالا با تجربه دومین جام جهانی دیگه حضورش تو این رقابت‌ها براش رویا محسوب نمیشه. سردار آزمون که در 2014 به عنوان یه بازیکن 19 ساله میتونست راهی برزیل بشه، اما از لیست خط خورد. آزمون در اون سن قطعاً نمیتونست در خط حمله کمک حال ایران باشه، اما میتونست روی نیمکت به جای بازیکن‌های پا به سن گذاشته‌ای مثل احمد آل‌نعمه زودتر با فضای مسابقات بین‌المللی آشنا بشه. آل‌نعمه بدون یک دقیقه بازی جام جهانی ترک کرد و این در حالیه که این فرصت میتونست نصیب یه بازیکن جوان بشه. در روسیه نوبت کاوه رضایی بود که در تهران بمونه و جای خودشو به بازیکنه دیگه‌ای بده. البته در کنار رضایی باید به نام بازیکنی که بیش از همه خط خوردنش همه رو متعجب کرد اشاره کنی، محمد رضا خلعتبری. کاوه رضایی بعد از پشت سر گذاشتن دو فصل فوق‌العاده انتظار داشت تو جام جهانی پاداش آمادگی خودشو بگیره، اما کیروش در نهایت نام این بازیکنو از لیست تیم ملی خط زد تا اون مجبور باشه برای حضور تو این رقابت‌ها 4 سال دیگه صبر کنه، که البته این انتظار امسال هم به نتیجه نرسید. خلعتبری هم یکی از آماده‌ترین بازیکن‌های تیم ملی بود که حتی شانس حضور در ترکیب اصلی رو هم داشت، اما مشخص نشد به چه دلیلی از لیست کنار گذاشته شد. با توجه به حضور ستاره‌ها در خط حمله تیم ملی، شاید خط خوردن این دو بازیکن خیلی عجیب نباشه، اما حضور بازیکنایی مثل محمد رضا خانزاده همراه تیم ملی برای دومین جام جهانی متوالی باعث شد تا پشت خط موندن بازیکنایی مثل رضایی و خلعتبری بیشتر مورد انتقاد قرار داده بشه. در سومین لیست کیروش هم میتونیم به غایبانی مثل سامان فلا و امید نورافکن اشاره کنیم. دو جوونی که البته شرایطی کاملا متفاوت با هم دیگه داشتن. نورافکن به عنوان ستاره بازی‌های مقدماتی از سفر به قطر باز موند و سامان فلا هم به عنوان مدافع جوونی که در قحطی مدافع قراره یکی از بازیکن‌های اصلی در سال‌های آینده باشه در تهران موندنی شد. این در حالیه که در لیست کیروش 4 دروازه‌بان و یه جای خالی موجود بود. سرمربی پرتغالی اما ترجیح داد تا لیست ستاره‌های محروم از جام جهانی رو بلند بالاتر کنه. اگر از محتوای ویدیو راضی بودین، لطفاً حتماً سابسکرایب یادتون نره. فعلاً.